زیاد حتما. اولین بار هم هست میشنم. جدی؟ استناد به برخی مطالبی که از حضرت عالی یا بقیه بازیگران در مجله ها چاپ میشه، خیلی وقتا آدم های محقق و تحقیق کننده رو که سراغ مجلات و روزنامه ها میرن، مثل همین الان به اشتباه میاندازه. شاید دلیلش هم کم حرف بودن شما، کم مصاحبه کردن شما و خیلی کم حاشیه بودن شماست. خیلی سخته در مورد فریبرز عربنی آدم اطلاعات به دست بیاره. چرا اینقدر کم حاشیه این؟ ببینید، اصل و حاشیه همش یک چیزه حقیقتاً. فرق نداره. مرزبندیاییه که ما بر اساس علایقمون، بر اساس نیازهامون انجام میدیم. اون تا چیزی رو که معمولاً اسمش رو میگذارن حاشیه، حقیقتاً صحبت‌های بی‌پایه است یا صحبت‌های بی‌فایده. من خیلی اهل این نیستم که مقابله بکنم با حواشی یا با حرفای بیپایه، مون تا گرمم نمی کنه، جذبم نمی کنه حقیقتا. شاید حاشیه در هر صنعت و رشتهی بیپایه و اساس و بیسود باشه. در مورد سینما حداقل تجربه نشون میده که حاشیه ها خیلی وقتا به متن کمک میکنن و غلبه هم میکنن به متن. میتونه آغاز خوبی باشه. منتها قبل از اینکه بحث رو به این سمت ببریم، نظرسنجی امشبمون رو با هم دیگه ببینیم راجع به آقای فریبرز عربنیاست. ببینید سوالمون رو با 23095 تا صحبت رو رسما آغاز کنیم. بهترین بازی جناب فریبرز عربنیا در کدوم یکی از این چهار تا فیلمه؟ یک شوکران، دو شیفته، سه سلطان و چهار ضیافت. لطفا متن نفرستید برای ما، فقط عدد، عدد مربوط به هر فیلم. یک شوکران، دو شیفته، سه سلطان، چهار ضیافت. 23095. شاید به خاطر همین دوری از حاشیه ها، دوری از چاپ شدن عکس روی جلد ها، دوری از زبان زد و نقل و نقل محافل مختلف بودن بوده که فریبرز عربنیا رو از تبدیل شدن به یک ستاره تمام عیار در سینما دور نگه داشته. ببینید، تو خیلی از مفاهیمی که به کار میبرید به دلیل نسبی بودنشون و قابل اطلاق بودن یا نبودنشون به یه سری مفاهیم جای اختلاف نظر هست حقیقتا. مثلا ما به چی میگیم ستاره؟ میشه از شما پرسید. ببینید، من از یه زاویه دیگه اگه صحبت رو شروع بکنم فکر میکنم برای هممون مفید تره، چه توی مقوله هنر چه تو هر وادیه دیگه. ما یک سری جریانات یا آدم ها یا پدیده های ماندگار داریم، یک سری جریانات یا آدم ها یا پدیده های اصطلاحا رو بورس یا رو آنتن یا رو پرده. ماننگاری با روبوس بودن تفاوت داره. تو مقایسه بین تلویزیون و سینما این بحث بهتر به نتیجه میرسه. شما ممکنه که یک سریال خیلی خیلی پربیننده رو وقتی که به قسمت‌های آخرش نزدیک میشه، اگر آمار رو ارقام جمع بکنید، نظرسنجی بکنید، متوجه بشید تو بالاترین حد، ظاهرن تو بالاترین حد محبوبیت هستن دستن در کارهای عموماً بازیگرهای اون سریال. سریال بعدی میاد همه فراموش میشن حقیقتا. فراموش میکنن. نکته که میخوام بگم اینه که ما یا در سطح حرکت میکنیم یا در عمق. نمیشه هم در سطح بود هم در عمق. وقتی شما در عمق حرکت میکنید، ممکنه هیاهو و جنب و جوشی به چشم نیاد، این موج ها به وجود نیاد، چون ممکنه. شما عمقی. ولی هر چیزی به دلیل به عمق رفتن ماندگار میشه. تو حواشی حرکت کردن آدم رو از به عمق رسیدن دور نگه میداره، خیلی مواقع مانع میشه و اساساً امکانش رو فراهم نمیکنه.
فرمایش حضرت عالی رو به صورت کلی میپذیرم، ولی دو تا سوال برام به وجود میاد. اولا اینکه حضرت عالی الان در عمق دارید حرکت میکنید، منظورتون این بود؟